یک گزارش اختصاصی رو ببینیم از پشت صحنه نبرد برای تسخیر طرابلس توسط مردانی که جان خود را برای آزادی کشورشون بر کف دست گذاشتن. گزارشی از فرانسه 24. It's 8 p.m. here in the city. ساعت 8 شب به وقت طرابلس است. اکثر شهر در دست انقلابیون است. نیروهای قذافی اکثرا مواضع خود را رها کرده و رزمندگان تقریبا بدون هیچ گونه مقاومتی وارد پایتخت شدند. در میدان سبز طرابلس مردم به جشن و پایکوبی پرداختند. پرچم‌های قذافی با پرچم‌های انقلاب جایگزین شدند. اما این شلیک‌های هوایی و جشن و شادی به زودی با شلیک طرفداران قذافی از بالای پشت بام‌ها مخلوط شده و جای خود را به درگیری مجدد داد. یکی از نفرات ما با یک فشنگ کالیبر 14.7 که به سرش اصابت کرد در جا کشته شد. ما می‌خواهیم نفراتمان را سریعاً گردآوری کنیم. سام می داند که نبرد هنوز ادامه دارد، اما او مطمئن است که آنها پیروز شدند. لیبی آزاد شده است، اما من کاملا خسته هستم، هم جسمی و هم روانی، اما در درونم دارم از خوشحالی فریاد می کشم. در همه جای شهر طرفداران قذافی به تلاش مذبوحانه ادامه می دهند. اکنون صبح روز دوم است. این مردان که دو شب است نخوابیده اند شروع به پاکسازی وفاداران قذافی می کنند. آنها از میدان سبز شروع می کنند. در تمام شهر مردم مسلح شده و مظنونین را دستگیر می کنند. Throughout the city, people have created new militias and are arresting suspects. This man's skin is too dark and his t-shirt too green. این مرد رنگ پوستش زیادی سیاه و رنگ پیراهنش زیادی سبز است. او میگوید شلیک نکنید، شلیک نکنید. برای تیپ طرابلس زمان تهاجم نهایی رسیده است. در انتهای این خیابان و پشت آن دیوارهای باب العزیزی است. بر روی درختان هنوز پرچم سبز قذافی نصب است. یکی از رزمندگان فریاد می‌زند: صبر کنید، صبر کنید، کافی است، آماده حرکت شوید. آنها تمام داوطلبانی را که می‌توانستند پیدا کنند برای آخرین نبرد با خود آورده بودند. سلاح‌های ضد هوایی که بر روی وانت‌ها نصب شده‌اند علامت تهاجم را می‌دهند. Mehdi's been injured in the ankle. Regardless, he enters the undefended Bab al-Azizia mosque. مهدی از ناحیه مش پا مجروح شده است، اما بدون توجه وارد مسجد باب العزیزیه می شود. او می گوید خواب این لحظه را می دیدم. باب العزیزیه یک مجموعه بسیار بزرگ است که 6 کیلومتر مربع وسعت و کاملا پشت دیوارهای دفاعی قرار دارد. برای نزدیک شدن به اولین دیوار باید نزدیک به 200 متر از منطقه محرمه را طی کرد. یک سلاح 20 میلیمتری برای نیم ساعت بدون وقفه شلیک می کند. مردانی به دیوار اول نزدیک می شوند و یک موشک به سمت دیوار شلیک می کند و سپس سیلی از آتش سلاح ها. برای نفرات پیاده یک شکاف باز می شود تا به داخل محوطه رفته و بر طرفداران قذافی غلبه کنند. اکنون با قلب رژیم فقط چند صد متر فاصله دارند. در جبهه جلو مجروحان زیادی به زمین می افتند، اما بعد از آن مستقیم به سمت خانه قذافی می روند. This opens a gap for the foot soldiers who rush in and overpower the loyalists.